بنامیان خداوند مهربان، سلام عصر بخیر، به کاروبار از یک خوش آمدین. مردم همواره از به کیفیت بودن مواد نفتی، ساختمانی، خوراکی، تیبی و آرایشی در بازارهای افغانستان شکایت دارد. در این مورد بحث را با آقای مجیب الرحمن خطیر، معاون تخنیکی اداره ملی نورم و واستندرد تهیه دیدیم که ایشان به کاروبار خوش آمدید میگم. خب آقای خطیر، مردم همواره از به کیفیت بودن مواد، خصوصا مواد خوراکی در داخل کشور شکایت دارن. خب شکایت از اینا در مورد مواد ساختمانی هم است، مواد خوراکی هم است، مواد تیبی هم است، مواد آرایشی هم است. به این مورد میخوایم با شما صحبت داشته باشیم. تشکر از شما. قسمی که بر شما هم واضح است، کیفیت امتیع تجارتی و قابل ارزه در بازار همیشه یکی از چالش هایی است که هر دولت با او مواجه است. همیشه نگرانی های وجود می داشته باشه، اما بحثی که یک فرق بین کیفیت و مسئولیت ما باید قائل شیم. چرا وقتی ما میشنویم امروز اصطلاح امتیع بی کیفیت خیلی مروج شده، مردم عام ما هم از امتیع بی کیفیت صحبت میکنن، ادارات حکومتی ما هم از امتیع بی کیفیت صحبت میکنن. نخست باید روی ازی بپردازیم که از دیدگاه استاندارد ما جنسی بی کیفیت چی را میگیم. از دید استاندارد ما دو اصطلاح داریم که یکی کیفیت است و دوم مسئولیت است. آنچه که مربوط میشه به مسئولیت مستعلق، مربوط میشه به محیط زیست، مربوط میشه به اقتصاد ملی یک کشور، او کاملا اجباری هست و تطابق با او الزامی هست. اما بحث دیگه بحث کیفیت هست. در سیستم اقتصاد بازار کیفیت اختیاری هست، چون درجه های متفاوت از کیفیت باعث میشه تا رقابت در بازار به وجود بیاد. اگر ما کیفیت با درجه های مختلف نداشته باشیم، متفاوت نداشته باشیم، محصول ما همسان باشه، رقابت در بازار تامین شده نمیتونه. اصل اساسی رقابت موضوع کیفیت هست. بنابراین وقتی ما بی کیفیت میگیم، باید به اون نکته حتما توجه داشته باشیم، یعنی جنسی است که از نظر مسئولیت میتونه تهدید را متوجه صحت و سلامت مستهلك بسازه، اقتصاد ملی ما یا محیط زیست ما را آسیب برسانه. بازارهای افغانستان مکمل یک میدان رقابت بین مواد یا امتیع بی کیفیت شده. ببینید، وقتی ما یک گزار سریع را تجربه کردیم از اقتصاد حکومتی و برنامه ریزی شده به اقتصاد بازار، ما زیر ساخت های اساسی را بر اقتصاد بازار متاسفانه نداشتیم و ایجاد و انکشاف زیر ساخت ها وقت گیر از زمان گیر است، نیازمند هزینه ها هست، منابع هست، منابع تخنیکی، بشری، ظرفیت سازی ها باید صورت بگیره که متاسفانه، یعنی در 10 سال یا 12 سال گذشته زمان کافی نبوده که ظرفیت ها ساخته میشد، زیربناها ساخته میشد. ببینید، ما در هر سطح با چالش های مختلف مواجه هستیم. اگر مشخصا در رابطه با استاندارد گذاری در کشور صحبت بکنیم، اداره ملی استاندارد حدود 5 سال پیش فعالیت عملی خود آغاز کرد و ما از نقطه صفری آغاز کردیم، از هیچ آغاز کردیم. و این استاندارد سازی بحث 1 سال و 2 سال نیست. ما تجربه از سازمان های استاندارد دیگه کشورها را اگر ببینیم، دهها طول کشیده تا یک اداره استاندارد بتونه او ظرفیت لازم کسب بکنه که نیازمندی های جامعه خود مرفوع بسازه. اما خوشبختانه اداره ملی استاندارد در یک فرصت زمانی کوتاه سریعا گام های بسیار جدی را برداشته در راستای تدوین و تطبیق استانداردها. ما در ابتدا از 5 سکتور آغاز کردیم تدوین استانداردهای ملی را، اما امروز خوشبختانه ما در 10 سکتور استانداردهای ملی خود تدوین میکنیم. ما 250 استاندارد ملی امروز در افغانستان داریم، در حالی که ما هیچ استاندارد ملی تعریف شده نداشتیم. که وقتی ما معیار میگیم، وقتی ما کیفیت میگیم، بر مبنای کدام استاندارد باشه؟ نیازمندی جامعه افغانی ما چی است؟ اما خوشبختانه امروز ما استانداردهای خود داریم و این پروسه و این روند جریان داره و ما امیدوار هستیم به زودی تعداد زیاد از استانداردهای دیگه ما معرفی بکنیم. خب به همین ترتیب، خب ببخشید آقای خطیب، شما اشاره کردین که بعضی از چالش های صد راه این اداره وجود داره، میشه اشاره بکنیم که چالش ها چی است؟ خب ببینید، چالش های اساسی که با اداره ملی استاندارد و هر اداره ای که جدید تشکیل باشه با او مواجه خود بود، ابتدا نبود ظرفیت های لازمه هست. وقتی ما کار آغاز کردیم، ما متخصصین هر بخش خود داریم در افغانستان، اما متخصص استاندارد همون بخش همون سکتور بسیار به ندرت میتونیم ما جستجو بکنیم و این باعث ازی شد که ما یک مدت زمان را مصروف ظرفیت سازی باشیم تا کادرهای خود آموزش بتیم، تربیه بکنیم تا اونا آماده تدوین استانداردهای ملی شوند. بحث دوم موضوع سیستم ها هست. ساختن سیستم وقتگیر و زمانگیر هست. زمانی که ما کار آغاز کردیم، بحث بیشتر در محور استاندارد بود، همیشه صحبت از استاندارد میشد. اما وقتی ما کار آغاز کردیم، دیدیم که ما در افغانستان به یک سیستم وسیع‌تر تناز استاندارد ضرورت داریم. استاندارد نمیتونه تمام دردها را دوا بکنه، چون استاندارد در اصل یک سند هست، یک کاغذ هست. بله. که ما در اون معیارات تعریف میکنیم و کاغذ یک سند در ذات خود نمیتونه حل مشکلات باشه. چیزی که ما در
در افغانستان به ضرورت داشتیم یک سیستم زیربنای ملی کیفیت بود. کی زیربنای ملی کیفیت در کل باید سیستم‌های استاندارد، بخش مترولوژی، اوزان مقیاس، بخش اعتباردهی اکریتیشن که در افغانستان معرفی نشده و به این ترتیب بخش ارزیابی مطابقت، یعنی بخش تفتیش امته تجارتی، بخش آزمایشات لابراتواری ظرفیت سازی شود و بالاخره بخش تصدیق‌نامه‌های کیفی برای امته تجارتی باشه. از روی ملحوظ بود که ما یک پلان استراتژیک 5 ساله را ساختیم و فعلا در مسیری که ما طرح کردیم آهسته آهسته حرکت میکنیم. در قسمت تدوین استانداردهای ملی خدمت شما عرض کردم قبلا که ما کارهای خود آغاز کردیم و در جنب از اون ما خوشبختانه 4 کد ملی ساختمانی را امروز داریم که برای نخستین بار در افغانستان ما کدهای ملی ساختمانی خود داریم که یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ ما هست. به همین ترتیب در عرصه تطبیق استانداردها هم خدمت شما عرض کنیم که تطبیق استانداردها قبلا هم خدمت شما عرض شد که اگر بحث کیفیت باشه که کاملا اختیاری هست و به اساس رقابت باید سکتور خصوصی از استانداردها استفاده بکنن تا در مارکت سهم بیشتر بر خود داشته باشن تا اعتماد مشتری را به خود جلب بکنن. اما نه مثل بازار افغانستان آقای خطیر. بالکل. بحث دوم بحث اجباری است. تطبیق اجباری استانداردها. در قسمت تطبیق اجباری استانداردها تنها اداره ملی استاندارد مکلف نیست. در اینجا سایر ادارات هم مکلفیت خود دارند. همین پرسش ما بود که در تطبیق استانداردهای ملی خب این فقط مختص به اداره نورم و استاندارد یا ارگان‌های دیگر هم مربوط میشه؟ بر اساس قانون استاندارد ملی بخش مواد غذایی، مواد دوایی، مواد آرایشی و تجهیزات طبی مستثنا هستند و این ارتباط میگیره به وزارت‌های محترم صحت عامه و زراعت. در این بخش اداره ملی استاندارد مسئولیتی که داره فقط تدوین استانداردهای ملی مربوط است که ما خوشبختانه با ده ها استاندارد در این سکتور در این دو سکتور تولید تدوین کردیم و در اختیار وزارت های محترم قرار دادیم. اما تطبیق از این برمیگرده به وزارت محترم صحت عامه، وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری. به همین ترتیب بحث استاندارد در تطبیقش، مثلا ما استانداردهای محیط زیست تدوین میکنیم نه. اما تطبیق کنندهش اداره محترم ملی حفاظت از محیط زیست هست. یا استاندارد ماین پاکی را ما تدوین میکنیم، تطبیق کنندهش مؤسسات محترم ماین پاکی هست. یعنی در کل تطبیق کننده تمامی استانداردهای اداره ملی استاندارد نیست که گویا چنین برداشت شده که وقتی ما اداره ملی استاندارد داریم باید تمام مشکلات ما امروز حل می بود. یک نبا. دو مشکلی که ما در این قسمت داریم، دو مشکل اساسی که در قسمت استاندارد و استانداردسازی است. اول سکتور خصوصی ما آگاهی کافی از فواید استاندارد نداشتن متاسفانه و مسیر رقابت سالم یا زمینه بر رقابت سالم در بازار افغانستان در بازار داخلی ما میسر نبود. روی ملحوظ بود که بیشتر از رقابت های ناسالم در بازار استفاده میشه. بحث دوم بحث صادرات ما بود. ما شما میبینیم که در طول چند سال اخیر متاسفانه صادرات افغانستان سیر نزولی خود داشته در عوض از یک سیر صعودی خود داشته باشه. در جنب سایر عواملی که در قسمت محدود شدن صادرات ما هست، یکی از عوامل عمده عدم تطابق محصولات افغانی با استانداردهای مارکت‌های مطلوبه هست. امروز در جهان در سیستم اقتصاد بازار خود بازار حاکمیت به دست داره. امروز حکومت‌ها در بازارها حاکمیت ندارن. امروز نمیتونن که یک دولت به اساس روابط خوبی که با دولت کشور دیگه داشته باشه امتی از رو به بازار خود اجازه بده. این بازار است که تصمیم میگیره آیا این محصول به اونجا را پیدا بکنه یا نکنه و یگانه ملاک از کیفیت و استاندارد است. بله. که متاسفانه محصولات ما در طول از این مدت نتونستن که با می استانداردها تطابق حاصل بکنن و نیازمندی های مارکت مطلوبه را اونا برآورده بسازن. یکی از دلایل بود که صادرات ما رو به کاهش برد. بله. بازارهای عنانوی خود ما در بسیاری موارد از دست دادیم. بله. آنچه که به اداره ملی استاندارد ارتباط میگیره در این راستا در بخش تطبیق استاندارد ها ما کار از بخش مواد نفتی آغاز کردیم که ابتدا در دو بندر ما کار شروع کردیم و خوشبختانه اخیرا ما قرارداد را با یک کمپانی بین ملی به امضا رسانیده بودیم که دیروز ما در بندر اسلام قلعه شاید افتتاحی از این پروگرام بودیم. امروز در بنادر اسلام قلعه، ترغندی، نیمروز عملا فعالیت لابراتوار آغاز شده و به آینده خیلی نزدیک در حیرتان و عقینه فعالیت لابراتوار آغاز میشه و با فعال شدن این لابراتوارا نگرانی هایی که ما از کیفیت مواد نفتی وارداتی به کشور داشتیم که البته مواد نفتی که رسما داخل کشور میشه چرا بحث قاچاق کاملا جدا هست، این نگرانی ها تا اندازه زیاد مرفوع خواهد شد. چرا این لابراتوارا خیلی مجهز است، دستگاه های کاملا مدرن و پیشرفته است، متخصصین داخلی و خارجی
دارن این کمپانی و تحت یک سیستم بسیار منظمه که هم شفافیت و هم دقت دستگاه ها همیشه تامین شده بتانه کار خود را پیش خواهد برد. تشکر. تشکر. پس از وقفه برمیگردیم با ما باشید. در ادامه بحث خوش آمدید. خب آقای خطیر، در قسمت نفت و نفت گفتین که شما لابراتوار را ایجاد کردین و ماشینالات بسیار با کیفیت عالی را اینجا شما به کار انداختین. خب در قسمت لابراتوار گاز اگر شما اشاره بفرمایید، چون دیگه آخر مردم همواره از گازهای بی کیفیت شکایت دارن، چون همراه با دود است که خودش بر محیط زیست هم بسیار یک ضرر کلان حساب میشه. در مورد میخوایم نظر شما داشته. کاملا در قسمت آزمایشات لابراتواری از نمونه های گاز در گذشته متاسفانه هیچ اداره امکانات در اختیار خود نداشتن، تجهیزات آزمایش گاز وجود نداشت. اما در لابراتواری که من قبلا خدمت شما عرض کردم فعلا احداث شده در تمامی بنادر، در این لابراتوار ها ما امکان تست گاز هم داریم، یعنی من بعد تست گازی که به افغانستان وارد میشه او هم مورد آزمایش لابراتواری قرار خواهد گرفت. یعنی تا حال قرار نمیگرفت مورد آزمایش؟ نه خیر، نه، چون امکانات وجود نداشت در افغانستان، هیچ گونه تجهیزات لابراتواری به خاطر آزمایش گاز وجود نداشت. اما در این لابراتوار ها ما امکانات داریم و آزمایش گاز هم آغاز میشه. به همین ترتیب ما آهسته آهسته این را توسعه میدیم. اخیرا ما 3 سیت لابراتوار مواد ساختمانی را خریداری کردیم که خوشبختانه رسیده به کابل و به زودی پروسه نصب فعال سازی از این شروع خواهد شد و با استفاده از این در بنادر عمده افغانستان ما کنترل کیفیت مواد نفتی را شروع خواهد کردیم. به همین ترتیب به قرارداد به خاطر لابراتوارهای مترولوژی نوزان مقیاس آماده امضا هست که به زودی شاید امضا شود و امیدوار هستیم تا ختم سال جاری ما بتانیم برای اولین بار در افغانستان در بخش اوزان مقیاس ما لابراتوارهای مجهز را داشته باشیم تا بتانیم از دقت کمیت در پلی کیفیت. کمیت هم بسیار مهم است، چرا؟ یکی از عواملی که مستهلک همیشه ضرر میبینه موضوع کمیت است. پولی را که میپردازه باید در مقابل جنس را که میگیره با مو پیمانه باشه. و همچنان بخش لابراتوارهای مترولوژی ما در قسمت عیارسازی لابراتوارها و دستگاه هایی که در سایر سکتورها فعالیت میکنه با ما کمک خواهد کرد. یعنی ما برنامه هایی داریم که این فعالیت توسعه بدیم در ساعتی که مربوط ما میشه. بله. و ساعتی که مربوط به سایر ادارات میشه اونا حتما با استفاده از استانداردهایی که ما داریم و یک بحث جدیدی را که در این اواخر ما آغاز کردیم که مقررات تخنیکی است، یعنی استانداردهای اجباری که خوشبختانه مقرر تخنیکی مواد ساختمانی و مقرر تخنیکی مواد غذایی هر دو از جانب شورای محترم وزیران تصویب شده و بعد از یک مهلت معینی که ما در مقرر پیش بینی کردیم تطبیق از اجباری خواهد شد و تمامی اداراتی که در این راستا فعالیت دارن باید متکی به این مقررات و این استانداردهایی که در مقررات پیش بینی شده و این معیاراتی که در مقرر تخنیکی پیش بینی شده باید کنترل کیفیت انجام بدن. جریمه دارین؟ بالکل، ما قانون استاندارد ملی داریم. در قانون استاندارد ملی تمامی موارد پیش بینی شده که در صورت تخطی از استانداردهای اجباری گام نما برخوردهای با اینا صورت میگیره. این مراحل مختلف خود داره، از اجناس وارداتی که می اگر بی کیفیت باشه، اجناسی که در بازار اگر جمع آوری میشه و بی کیفیت باشه و به همین ترتیب در حتی در محلات تولید اگر ما با این مشکل برمی خوریم با اینا چگونه برخورد سر به، تمام در قانون استاندارد ملی به وضاحت پیش بینی شده. بسیار خوب، یگانه تشویش که مردم یا نگرانی که مردم در قسمت از اینکه چون گاز مایع استفاده عظیمه در منزلا از گاز مایع صورت میگیره، خب شما گفتین لابراتوارش باز شده و نگرانی برطرف میشه. آقای خطیر، هفته قبل خب یک برنامه وزارت تجارت صنعتی افغانستان داشت که مواد بی کیفیت و غیر معیاری را از بازارها جمع آوری کردن، اینا را ضبط کردن و مورد آزمایش قرار دادن. خب در این مورد می‌خوایم نظر شما را داشته باشیم که لابراتوری به خاطر چک و یا بررسی این مواد وجود نداره. گفته شده بود که بعضی مواد در داخل افغانستان در داخل شهر کابل تولید میشه غیر میاری و توسط قاچاقبران داخل افغانستان میایه. خب اینجا نقش شما یا وظیفه شما چیست؟ نکاهش این موضوع. بالکل، گرچه قبلا هم عرض کردم خدمت شما که در بخش مواد غذایی، دوایی و آرایشی اداره ملی استاندارد اصلا صلاحیت تدوین استانداردهای ملی را داره. تطبیق ازی بیشتر برمیگرده به وزارت محترم صنعت و زراعت، اما در ترکیب هیئتی که شما به او اشاره کردین نماینده اداره ملی استاندارد شامل هستند و اینا منظمند به اساس برنامه‌ای که دارن از مارکت‌های
کشور خصوصا از مارکت های شهر کابل اینا بررسی میکنن و امتی که خلاف استانداردها باشه و امتی که کیفیت لازم را نداشته باشه و بر صحت مضر باشه اینا جمع‌آوری میکنن. یک نکته که خدمت شما عرض کنیم ایست که تا جایی که ما معلومات داریم این مواد اگر وارداتی باشه یا تولیدی داخلی باشه به هیچ صورت رسمی داخل کشور نمیشه، رسمی داخل بازار نمیشه. چرا اگر استاندارد مربوطه را حتی هم ما نداشته باشیم از راه صحی از این دلیل رد از این از جانب وزارت محترم صحت عامه حتما میشه، چون تمام محصولاتی که به رسما داخل کشور میشه در سرحدات و گمرکات بخش مواد غذایی و دوایی از جانب وزارت محترم صحت عامه نمونه گیری میشه، آزمایش میشه و بعد از برشان اجازه تورید داده میشه. یعنی دارین اون مستند جج نقشه نداره؟ نه خیر، نه در بخش کنترل مواد غذایی دوایی و آرایشی و تجهیزات طبی اداره ملی استاندارد نقش نداره. خب آقای خطیر، همکاری شما با بازارهای یا مارکت های بین المللی به خاطر صادرات و واردات هم چیه؟ قبلا ما خدمت شما عرض کردیم که امروز یکی از معیارات اساسی به خاطر دسترسی به یک مارکت و در نهایت حفظ از اون مارکت تطابق با استانداردهای بین المللی هست. آنچه که ما در اختیار داریم، ما روابط خوب با سازمان استاندارد بسیاری از کشورهای منطقه و جهان داریم. ما عضو سازمان بین المللی استاندارد هستیم، عضو کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک هستیم، عضو انستیتوت استاندارد و مترولوژی کشورهای اسلامی هستیم. یعنی روابط وسیع با ادارات استاندارد در منطقه و در سطح جهان ما داریم. ما آنچه که ما کرده میتونیم در قدم اول انتقال این استاندارد ها به افغانستان هست، یعنی ما معرفی بکنیم استاندارد های بین المللی را در افغانستان تا سکتور تولیدی ما این استاندارد ها را در پروسه تولیدی خود به کار بگیرن و بالاخره محصولی که تولید میشه با این استاندارد مطابقت داشته باشه، که خوشبختانه ما این کار عملا انجام دادیم. ما بیشتر گفتیم 251 استاندارد ملی داریم، روی استاندارد ها تماما در مطابقت با استانداردهای منطقه و بین المللی هست. در قدم دوم خدمات است که باید در بسیاری موارد اداره ملی استاندارد و در یک تعداد موارد شاید ادارات دیگه مکلف باشن که ما بر سکتور تولیدی خود مهیا بسازیم. از جمله بخش تزریق‌نامه‌های کیفی است که امروزه یکی از نیازمندی‌های اساسی برای مارکت داشتن تزریق‌نامه‌های کیفی است تا مستهلک و یا جانب خریدار اطمینان حاصل بکنه که محصولی که تولید شده با یک استاندارد مشخص مطابقت داره. در این بخش هم ما برنامه خود روی دست داریم. خوشبختانه پروژه که اولین بار ما در بخش صدور تزریق‌نامه کیفی برای محصولات غذایی شاید کار خود آغاز بکنیم در مراحل بحث است با جانب تمویل کننده و مراحل نهاییش است. امیدوار هستیم که به زودی بتانیم این پروسه آغاز شود و ما برای نخستین بار محصولات غذایی افغانستان ما تزریق‌نامه کیفی بتیم که مدار اعتبار باشه در خارج از افغانستان و در بازارهایی که مواد غذایی ما را بازار هدف خود یا بازار مطلوبی خود قرار دادن و بتانیم امو موقف را که محصولات افغانی در بازارهای جهانی داشت، خصوصا محصولات بسیار عنعنوی ما مثل میوه خشک و تازه ما و مثل قالین افغانستان، دوباره مارکت های خود را به دست بیاره و دوباره بتانن که صادرات ما توسعه پیدا بکنه. اما آقای خطیر، این بدون اینکه داخل کشور پروسس شوه، بسته‌بندی شوه که بسته‌بندی بعضی موجودات تازه هم میادی نیست در داخل افغانستان، به این خاطر در بازارهای بین المللی از بازار خوب برخوردار نیستند. خب این امکان داره که شما مثلا تصدیق نامه را برای بازرگانای ما توزیع بکنین، اما این کار که صورت نمیگیره این خودش یک مشکل جدی نیست؟ ببینید، وقتی ما میگیم تصدیق میتیم، تمام معیارات باید ابتدا یک محصول پوره بکنه، باز بعد از ما بر از اینا تصدیق میتیم. یعنی در قدم اول ما نیازمندی ها را بر از اینا معرفی خود کردیم. ما استاندارد های لیبل گذاری یا برچسب گذاری، استاندارد های بسته‌بندی، استاندارد های حفظ محصولات غذایی، استاندارد های انتقال مواد غذایی که تحت کدام شرایط باید اینا انتقال شون، تمام اینا را ما در نظر داریم که بر سکتور خصوصی معرفی بکنیم در قدم اول. زمانی که بر از اینا معرفی شد، نیازمندی ها بر شما آقای خطیر ببینین، بعضی از مثلا شما با قالین اشاره کردین، ما سنگ مرمرم در پولیش اضافه میکنم. خب یا مواد سنگ در داخل افغانستان پروسس نمیشه چون امکانات وجود نداره، یا میرین داخل کشور پاکستان در اونجا پروسس میشن و به نام محصول پاکستان اینا به فروش میرسن. خب ببینید، در بحث صادرات و در بحث توسعه یا تشویق تولیدات افغانستان تنها یک اداره مسئولیت نداره و یک اداره فعالیت نداره. ما ادارات مختلف داریم که در این راستا کار میکنن و ما میتونیم در یک هماهنگی با هماهنگی داشته باشیم. ما در قسمت همین پروسه تصدیق‌نامه هم که هست یک کار مشترک است، ما با وزارت محترم زراعت، با وزارت محترم تجارت صنعتی و با خود اداره محترم انکشاف صادرات در هماهنگی کامل ما این پروژه را طرح کردیم.
کردیم. یعنی ما جوانه به مختلف ماریش بحث کردیم و اولویت دهی به همین منظور به مواد غذایی شده در قدم اول و در قدم‌های بعدی روی موضوعات مانند قالین و سنگ مرمر و بعض محصولات معدنی که ما داریم تماما در برنامه‌های کاری ما هست. صنعت چرم است که در پاکستان پروسس میشه. خوشبختانه ما استانداردهای بخش نساجی را یکی از بخش‌هایی است که ما فعالیت داریم و بعدها استاندارد نساجی و چرم ما تدوین کردیم و این را تکثیر کردیم به اتحادیه‌ها و به فابریک‌هایی که تولیدات دارن. اما در بخش تصدیق نامه کیفی این تجربه چون برای بار اول در افغانستان ما تصدیق نامه کیفی را به شیوه‌ای که او با معیارات بین‌المللی تطابق داشته باشه برای نخستین بار شاید ما معرفی بکنیم. از این خاطر است که ما از یک سکتور آغاز میکنیم و آهسته آهسته را توسعه خواهد دادیم به سکتورهای بعدی. پس از وقفه برمیگردیم، همراهیمان کنید. خوش آمدید. آقای خطیر، روغن مایی استفاده بیشتر در افغانستان خصوصا شهر کابل داره. به این قسمت خب مطالعه یا تحقیق شما داشتین چگونه بوده؟ مردم ما خب فکر میکنن روغن مایی روغن بی ضرر از کلسترول پایین داره، استفاده از این صورت میگیره. شما این قسمت کدام برنامه یا بررسی داشتین؟ خب در بخش روغن های خوراکی در مجموع ما استاندارد روغن خوراکی را تقریبا حدود 1.5 سال قبل ما تدوین کردیم و ایره به وزارت محترم ساختمانی و اتاق تجارت صنایع افغانستان تکثیر هم کردیم تا از استفاده شود. خوشبختانه در این اواخر مقررات تخنیکی مواد غذایی که از شورای از جانب شورای محترم وزیران تصویب شد، 5 استاندارد اونا اجباری ساختن که از جمله یک استاندارد روغن خوراکی است. بر اساس از این مقررات تخنیکی تمامی معیاراتی که برای روغن خوراکی ضرورت است در استاندارد پیش بینی شده تا اینکه ما بتانیم از صحیح بودن این روغن ها اطمینان حاصل کنیم. این مقررات تخنیکی یک مهلت معینی خود داره که بعد از مهلت معینی حدود 3 ماه ما مهلت داریم برای از اینا. بعد از 3 ماه تطبیق از این اجباری میشه و ما اطمینان داریم که وزارت محترم ساختمانی من بعد روغن خوراکی وارداتی را به اساس استانداردهایی که ما به اختیارشان قرار دادیم و مقررات تکنیکی است، یعنی اجباری هست، به اساس از او کنترل خواهد کرد. یعنی در حال حاضر شما چیز گفته نمیتونید که این روغن ها صحی هستن، با کیفیت هستن، معیاری هستن؟ من قبلا هم خدمت شما عرض کردم چون بخش مواد غذایی و مواد دوایی و آرایشی کنترل کیفیت از اینا مربوط به اداره ملی استاندارد نمیشه. از این خاطر ما ارقام احصایی دقیق هم در قسمت نداریم. در بخش هایی که مربوط به ما میشه ما قدم های خود داریم، ان شاء الله در قسمت کارهای ما رو توسعه میدیم. آقای خطیر، شما اشاره فرمودین که خب کدهای ساختمانی یکی از دستاوردهای بزرگ اداره نورم استاندارد ملی افغانستان تا 5 سال گذشته هست. خب شما میشه بگویید که گفتین رسمی کار شما آغاز کرده. خب این ساختمانی که قبلا بدون کد اینا ساخته شدن، در این مورد شما چه کارهایی انجام دادین؟ اینا رو از بین میبرین؟ تخریبشون میکنین؟ تخریب راه حل نیست به هیچ وجه، شاید آخرین راه حل باشه. بله، ما کدای ملی ساختمانی را در حدود 3 سال یک پروژه بود که خیلی پروژه دشوار پرچالش چون مغلق است. تدوین کدهای ملی برای یک کشور کار ساده و سهل نیست. خوشبختانه ما تانستیم با کمک متخصصین افغانی و متخصصین خارجی ما این کدها را تصویب بکنیم در بخش‌های کد مهندسی، کد ساختمان، کد شاهراه و سرک و کد انکشاف شهری و همچنان استاندارد دیزاین پل. اینا از جانب شورای محترم عالی استاندارد من حیث کدهای ملی ساختمانی تصویب شدن. آنچه که ما فعلا روی ازی کار داریم 2 بخش است. یکی ترجمه کدها به زبان ملی است. چرا این کدها ابتدا به زبان انگلیسی تدوین شد که در حال حاضر کارش جریان داره. در قدم دوم معلوم دار بخش
تب و تکثیر از این کدوات که در اختیار تمامی استفاده کننده قرار بگیره و همزمان با این ما روی مقررات تخنیکی یعنی بخش اجباری شدن از این کدوها کار میکنیم که در آینده خیلی نزدیک انشاءالله به کمیته مشورتی و بعدا به شورای استاندارد پیشکش خواهد شد. در این مقرره ما تمامی جوانب در نظر خواهد داشتیم که من بعد زمانی که تعمیرات جدید ساخته میشه کدام شرایط باید داشته باشه، چطور از کدها استفاده بکنن، چگونه بتانن که با معیاراتی که در کد پیش بینی شده اونا مطابقت داشته باشن، به همین ترتیب از با شرایط اقلیمی جغرافیایی اراضی و زلزله خیزی افغانستان اونا مطابقت داشته باشن، تمامی موارد در مقرره تخنیکی پیش بینی شده و برای علاوه از اون یک مکانیزم نظارتی و مکانیزم ارزیابی در این مقرره تخنیکی وجود خواهد داشت که ما بتانیم به اساس از او باز روی از این برنامه کار بکنیم. چیزی را که شما با او اشاره کردین، حدود یک سال قبل شورای محترم وزیران یک کمیته را موظف ساختن که در وزارت محترم انکشاف شهری، شهروالی کابل و اداره ملی استاندارد حضور داشتن. اینا از یک تعداد از تعمیرهایی که در شهر کابل ساخته شده بازدید کردن، بررسی فنی کردن و گزارش خود را به شورای محترم وزیران ارائه کردن که خب در یک تعداد موارد شاید قابل اصلاح باشه، اما در یک تعداد بسیار محدود موارد شاید قابل اصلاح نباشه. که روی ملحوظ باز ما بعد از اینکه مقرره تخنیکی تصویب شد، ما طرح‌های مشخص خود خود داشتیم در همکاری با تمامی ادارات زیر آب. چرا بازم تطبیق از این مربوط به اداره ملی استاندارد نمیشه؟ در اینجا ادارات سکتور ساختمان ما هستن که تطبیق کننده هستن، اداره ملی استاندارد فقط تسهیل کننده پروسه و نظارت کننده بر تطبیق از این کدها خواهد بود. تشکر آقای مجیب الرحمن خطیر از حضورتون در کاروبار. تشکر از شما. این بود برنامه امروز که تقدیمتون شده. از توجه و همراهیتان تشکر. از شما دعوت میکنم که در ساعت 5 با همکاران بخش خبر ما نیز باشید. خدا نگهدار.